بسم الله الرحمن الرحیم شاگردای عزیز السلام علیکم و رحمت الله امیدوار هستم که خوب و جور و صحت باشین شاگردای عزیز خوشحال هستم که باز هم با یک درس جدید از مضمون ریاضی صنف ششم موضوع درس ما شما قابلیت تقسیم بر 11 بازم در خدمت شما نازنینا قرار دارم قسمی که گفتم موضوع درس ما شما امروز قابلیت تقسیم بر 11 درس هفتم جلسه نهم از صفحه 8 کتابتان میباشد استاد فرشته سلطانی شاگردک عزیز قسمه که قابلیت های عداد مختلف قبلا آموختیم قابلیت های تقسیم بر دو، بر سه، بر چهار، بر پنج قابلیت های تقسیم بر نو، ده امروز می قابلیت تقسیم بر عدد یازده را بخوانیم شاگرد های عزیز قابلیت تقسیم بر یازده هم از خود قوانین و شرایط را داره که امروز می چگونه چیگونه میتونیم را تشخیص نماییم که آیا بالای عدد یازده پوره قابل تقسیم هست و یا خیر. اگر اصل تفریق مجموع ارقام مرتبه های جفت و تاقی یک عدد صفر و یا عددی باشد که بر یازده پوره قابل تقسیم باشد آن عدد نیز بر یازده پوره قابل تقسیم می باشد مثلا عدد 352 شاگردک از عزیز اینجا شاید برتان سوال ایجاد شود که مرتبه های جفت و تاق یعنی چی چون شما قبلا خواستن بودین مرتبه های یک ها ده ها صد ها و غیره حالا برتان من در روی مثال میگم که مرتبه های جفت و تاق چی معنا می ده؟ مثلا در مثال بر ما شما عدد 352 دوره داده اولین کاری که میکنین شاگردکای عزیز هر قدر عداد، عدادی را که چند رقمی را که داشته باشین شما چی کنین از طرف راست به چپ شما را گذاری کنین یعنی یک دو و سه چون اینجا ما یک عدد سه رقمی داریم تا به سه رفتیم آل در بین امی شماره هایی را که شما به سلسله مراتب مرتب, مرتب یا به ترتیب نوشته کردین عداد جفت تاقش جدا بکنین یعنی یک دو سه بین یک دو سه عداد تاقش کدام است عداد جفتش کدام است عداد تاق چی است عداد تاق عدد دو و سه است پس عدد در... چون در خانه یک, یک و در خانه سه عدد دو و سه قرار داره همین سلسله های مرتبه های تاق با همدیگر دیگر چی میکنیم؟ جمع میکنیم. میشه پنج. و در سلسله مراتب جفت یعنی در مرتبه های جفتش چی داریم؟ تنها پنج داریم یعنی در خانه دو تنها پنج است و دیگر عدد جفت نداریم. پس در اینجا ما پنج خودش نوشته میکنیم. آله گفته اگر ما امی اصل جمع سه مرتبه های جفت و تاق را که ما شما اینجا با هم پیدا کردیم چی کنیم از ام دیگر تفریق کنیم اگر آسل تفریق از اینا سفر و یا عدد به دست بیایی که به یازده پورا قابل تقسیم باشه این عدد بر 11 پورا قابل تقسیم است اینال پس از 5، پنج. پنج چی میکنیم؟ تفریق می میکنیم یعنی اصل جمع مرتبه های تاق منفی اصل جمع مرتبه های جفت پسی چند میشه صفر میشه دیدن شاگردکای عزیز که آصل تفریق ما صفر شد پسی عدد بالای با عدد یازده است. پوره قابل تقسیم است و یا عدد دیگه را که اینجا برای ما شما داده شاگردکای خوب ببینین عدد عدد 892,958 اشتو... 892,958 اشتو... اش 958 آل ما شما نظر به شرایط قابلیت تقسیم بر 11 چی میکنیم؟ این اعداد اول مرتبه های جفت و تاقشان می میکنیم بعد از او باز اونها را با همدیگر جمع میکنیم و حاصل جمعشان از هم دیگر تفریق میکنیم اگر حاصل جمع بالا 11 پوره قابل تقسیم بود و یا صفر بود باز ای عدد هم بر 11 پوره قابل تقسیم می باشد قسمی که قبل مثال قبلی برتون گفتم اول اعداد از طرف راست به بر... چپ چی میکنیم ارقام شما شماره گذاری میکنیم یعنی یک دو سه چهار پنج و شش آله در بین از این عداد شما عداد جفت طاقه مشناسین عداد طاق جدا بکنین عداد جفت جدا یعنی در مرتبه یک کدام عدد است؟ عشت جمع بعد از یک عدد تاق چند است؟ سه است در مرتبه سه کدام است؟ نو جمع و بعد از سه عدد تاق دیگه پنج است که در جای پنج چند قرار داره؟ نو قرار داره ای شد مرتبه تاق شابرده های عزیز مرتبه تاق حال مرتبه های جفت پیدا میکنیم مرتبه جفت پیدا میکنیم مرتبه جفت اولین عددش چند است؟ در مرتبه دو که جفت است چند قرار داره؟ پنج جمع مرتبه بعد جفت دیگه که قرار داره چار در مرتبه چار عدد دو؟ جمع در مرتبه شش اشت آل ما مرتبه های تاق و جفت جدا کردیم با هم دیگر چی میکنیم؟ جمعشان میکنیم نو جمع نو مساوی میشه به اجده شاگردک های عزیز و اجده را اگر با هشت جمع بکنیم چند میشه؟ اجده را که با هشت جمع کنیم مساوی میشه به بیست و شش پنج جمع دو مساوی است به هفت هفت جمع هشت مساوی میشه به پانزه حال ما آسل جمع مرتبه های تاق و مرتبه های جفته پیدا کردیم این مرتبه ها را از همدیگر تفریق میکنیم یعنی به این معنا که از اینا یعنی 26 منفی پانزده اینجا اگر یک عدد به وجود دست بیاید که بالا یازده پورا قابل تقسیم باشه و یا همی آسل تفریق ما سفر شود در اینجا ما میگیم که ای عدد 892958 بالا یازده پورا قابل تقسیم است پس 28 منفی پانزده از شش که پنج برای یک باقی از دو هم که یک تفریق کنیم یک دیدین که عدد یازده برامد و عدد یازده آسل تفریق شد عدد یازده عددی هست که بالا بالای پورا قابل تقسیم است پس شاگردکای عزیز عدد 892.958 بالای 11 پورا قابل تقسیم است دیدین شاگردهای عزیز چقدر ساده و آسان بود و امیدوار هستم که شما هم ترتیب مرتبه های جفت و تاقه آموخته باشین گفتم که از طرف راست به چپ چی کنین شما را گذاری کنین یک دو سه به سلسله مراتب بعدا ادا مرتبه های تاق از اینجا پیدا کردن میتونین مرتبه های تاق کدام است تاقش یک است سه هست, سی هست. و پنج از وحد تمام که به زیر از اینا نوشته شده اونها موها در مرتبه های تاق می آین و دو چهار و شش که مرتبه های جفت است اعدادی که به زیر از اونا نوشته شده مرتبه های جفت می آین مرتبه های تاق با هم جدا جمع می کنیم مرتبه های جفت جدا بعدا اصل جمع مرتبه ها را از هم دیگر تفریق می کنیم و اصل تفریق ما اگر عددی بود که بر یازده پوره قابل تقسیم است و یا صفر بود برآمد در او صورت باز عدد ما بالای یازده پوره قابل تقسیم می باشد حالا میایم به مثال بعدی خب این همون مثال است که قبلا ما بر شما در روی ورق حل کردم گفتم که چی کنین مرتبه های جفت و تاقشه با, با, استفاده از علامه ش... علام گذاری یا شماره گذاری چی کنین تعیین بکنین بعدا به زیر اعداد تاق معمو اعدادی که نوشته شده مرتبه های تاق حساب میشه که عبارت است هشت جمع 9 جمع 9 هست و شما میفهمید که هشت جمع نو جمع نو مساوی به بیست و شش میشه. این مرتبه شد آل مرتبه های جفت 5 جمع دو جمع 8 که مساوی به پانزده میشه و این مرتبه جفت. آل اصل جمع مرتبه ها را از همدیگر تفریق میکنیم. آسل تفریق ما عدد یازده برامد. پس این عدد ما بالای بالای یازده پور قابل تقسیم می باشد. اینجا یک انوانه که کوچک داریم به انو... تحت انوان فعالیت در فعالیت از ما شما خواسته شده که عدد 516 را توری بنویسید که یک عدد شش رقمی به دست آید. بعدا امین عدد را بالای اعداد زیل تقسیم کنید. بالای هفت، یازده و سیزده. خوب شاگردک های عزیز، آل بیاین با همدیگر بیاموزیم که کدام عداد قابلیت های تقسیم بر چی داره. اول خود عدد 516 را قسمی می نویسیم که یک عدد شش رقمی با وجود بیا. مثلا من می با به تکرار یعنی 516 را دو مرتبه بنویسم تا یک عدد شش رقمی شوه و آل امتحان میکنیم قابلیت تقسیم بر هفت میگفت که ارگا ما رقم یک های یک عدد هست بکنیم او را دو چند بسازیم و از باقی مانده هر منفی بکنیم اگر اصل تفریق ما یک صفر و یا یک عدد حاصل شد که بالای هفت پوره قابل تقسیم باشه خود عددم بالای هفت پوره قابل تقسیم است. آله می خواهیم از قابلیت هفت آغاز بکنیم یعنی ببینیم که این عدد ما بالای هفت پورا قابل تقسیم هست یا خیر شاگردکای عزیز ببینین رقم یک های چند است شش از شش را من حذف میکنم و دو چند میسازم از که شش دو چند بسازم مساوی به دوازده میشه دوازده را از متباقی عدادی که پنج یک شش پنج یک است تفریق می کنم. اگر حاصل تفریق یک عدد بود که بر هفت پوره قابل تقسیم بود و یا صفر شد در او صورت باز ما می تانم که بگویم که ای عدد بر هفت پوره قابل تقسیم است. آلی ببینین از یازده که دو بره نو باقی از چار که یک بره سه شش یک پنج. بازم اینجا رقم یک هایش حسب می کنم. ضرب دو میکنم مساوی میشه به اجده شاگرده عزیز چرا ما بازی کار انجام دادم؟ بخاطر هنوز ما با یک حدد بزرگ روبرو هستیم که نمیتونیم تشخیص بتیم که بالای هفت پوره قابل تقسیم هست یا خیر. حالا ببینین من نورت دو چند ساختم 18 شد از متباقی ارقام چی میکنم که پنجوی یک شست و سه هست 18 تفریق میکنم مساوی حالا ببینین از 3 8 تفریق نمیشه 13 میگیرم از 13 که 8 تا تفریق بکنیم چند میشه 6 باقی میماند از 13 که 8 برد 5 باقی میمانه بالا شاگردای خوب 5 حالا اینجا بود 6 یکی قرض دادیم 5 باقی ماند از 5 که یک بر 4 باقی و پینجا و یک هم خودش انوز هم عدد ما قابلیت تقسیم بر هفت پایدا کرده نتانسته و بعض هم امی منوال پیش میبریم یعنی پنج دو چند میسازیم مساوی به ده میشه از متباقی عداد پنج سد و چارده در چی میکنیم؟ تفریق میکنیم وقتی که از پنج سد و چارده در تفریق کنیم باقی میمونه پنج سد و چار شما های عزیز باز آم ایک عدد سیرقمی بزرگ از پنج و عدد چهارشو حذف میکنیم بازم ضرب دو مساوی و هشت میشه انعال از 58 تا چی میکنیم تفریق میکنیم 5 من فی8 مصی می شود 42 حال شما فامیدیم که عدد 42 قابلیت تقسیم بر ه دا شاوردک های خوبم پس وقتی که چه قابلیت تقسیم بر هفت داره یعنی اصل تقسیم ما قابلیت تقسیم بر هفت داره خود عدت نیست قابلیت تقسیم بر هفت دارا می باشد همچونان شاورک های از عزیز میخوایم ای امتحان بکنم که بر 11 هم قابل تقسیم هست یا خیر شکست می که ما شما گفتیم در یازده مرتبه های جفت و تاق شده نظر می گرفتیم یعنی عدد 516 را که دو مرتبه نوشته بودیم شماره گذاری می کدیم یک دو سه چار پنج و شش مرتبه های تاق شش جمع پنج جمع یک مساوی به پنج و شش یازده یازده جمع یک میشه دوازده این مرتبه های تاق ما آل مرتبه های جفت مرتبه های جفت ما هست یک جمع شش جمع پنج مساوی به شما می که یک جمع شش هفت هفت جمع پنج مساوی به دوازده میشه. شه آل معاصل جمع ها را از هم دیگر تفریق می دوازده منفی دوازده مساوی از به صفر و شما میفهمین که زمانی که اصل تفریق ما صفر شوه و عدد بر هفت پوره قابل تقسیم از بس شان نازنین های ما عدد 516, 516 یا 516, و 516 عبارت از عددی هست که بر 11 نیست پوره قابل تقسیم میباشد شاگردکای شاگردک خوبیم قابلیت تقسیم بر 13 را ما به شما میمانم شما هم مثل 11 قابلیت تقسیم بر 13 را یه عدد را امتحان بکنین در کتاب چه هایتان بنویسین که آیا قابلیت تقسیم بر عدد 13 هم دارا است یعنی پس این بخش تنها بخش قابلیت 13 را به حیث کارخانگی و شما میگذارم امیدوار هستم که در کتابچه هایتان حل کرده و ببینین که عدد 6 رقمی که ما شما از عدد 516 نوشتیم قابلیت تقسیم بر 7 و بر 11 را دارا بود آیا بالای 13 هم پورا قابل تقسیم می باشد یا خیر درس امروزی ما شما به میجه به پایان میرسد تا درس بعدی شما را به خداوند میسپارم شاد و کامگار باشین